سلام بر شما و وقتتان بخیر توجهتان را جلب میکنم به یک خبر تازه نفر از افراد مولوی مهدی به دعوت طالبان به افغانستان برگشتن و با والی طالبان برای ولایت بامیان دیدار کردند. در همین حال شماری از منابع آنان را به جاسوسی برای طالبان متهم میکنند. اما پاسخ این افراد چیست و به چه دلیلی برگشتن؟ خدمت شما سلام میفرستم امیدوارم که صحت و سرحال باشین از که این کلیپ را دست به دست کنید تن از افراد مولوی مهدی به افغانستان برگشته و با والی طالبان برای ولایت بامیان دیدار کردند. ستار احمدی سکرتر و سخنگوی مولوی مهدی حسن کرار قمندان امنی مولوی مهدی برای ولسوالی بلخاب و علی نوری نماینده مولوی مهدی کسانی یعنی که به تازگی از ایران به افغانستان برگشته و به تاریخ عبدهام میزان با عبدالله سرحدی والی طالبان در بامیان دیدار کردند. در همین حال شماری از منابع در گفتگو با سنترال افغانستان این افراد را متهم به جاسوسی برای طالبان کرده و میگویند که آنان در مشهد ایران لیستی افراد و اشخاصی که مخالف تفکر طالبان بودند و باور داشتند که این گروه به نفع افغانستان نیستند را تهیه و به طالبان تحویل داده است در همین حال ستار احمدی در گفتگو با سنترال افغانستان این خبر را رد کرده و میگوید که مولای مهدی از فرماندهان طالبان بود و بعد مشکلات پیش آمده و کشته شدن وی آنان و دیگر همکارانش متواری شدند و مدتی در بیرون از افغانستان بودند و هرگز علیه طالبان نه تبلیغ کردند و نه فعالیت داشتند احمدی میگوید که از چندی قبل کمیسیون دعوت در شخصیت های طالبان با وی ارتباط گرفته و به همین دلیل به افغانستان برگشته است آقای احمدی میگوید که او میخواهد در قالب طالبان پول ارتباطی بین مردم و طالبان باشد و میخواهد مثل گذشته در قالب این گروه کار کند آقای احمدی تاکید کرد که اگر نتواند کار مفیدی برای مردم انجام دهد قطعا به ضرر آنها کار نخواهد کرد علیکم برسلام تشکر از تماس شما جناب آقای موحدی صاحب بله ما امروی آقای علی نوری محمد حسن کرار قماندان اسبق ولسوالی بلخاب بنا به و دعوت مکرر بزرگین امارت اسلامی افغانستان و شخص مقام محترم ولایت میون شخصیت خدم خدمت بزار و دلساز مردم ما الحاج مولی عبدالله سرحدی به وطن برگشتیم و راجع به سوال شکل شما داشتین هدف ما اطاعت از نظام و خدمت به مردم و ملت است ستار احمدی را صدایش را میشنیدین که اونا گفت به خاطر خدمت به مردم و برای اینکه بیتن پول ارتباطی بین طالبان و مردم باشد به با افغانستان برگشت است این افراد ما ها هستند ستار احمدی سکرتر و سخنگوی مولای مهدی بود و نزدیکترین فرد به بی در هر جا او با مولای مهدی یک جا بود و به عنوان دوست و گارد همراهش بود که حتما شما در ویدیوها و عکس هایی که از دریچه ارتباطی آقای مولای مهدی در بیرون فرستاده میشد و نشر میشد هم او همواره دیده می شود ستار در زمان جنگ بلخاب نیز با مولای مهدی بود اما جزء کسانی بود که از مولای مهدی میخواست جنگ نکند ستار اما بعد متوارشدن شدن مولوی مهدی به کوها و بامیان برگشت منابع میگن که بعدن استخبارات طالبان دنبال وی را گرفته و وی به ایران رفت حسن کرار نیز از افراد مورد اعتماد مولوی مهدی بود در زمان حیات مولای مهدی او به عنوان قماندان امنی بلخاب تعیین شده بود او متهم است که در زمان جنگ با طالبان با عطا مجاهد از فرماندهان طالبان ارتباط گرفته و جنگ نکرد بعد سقوط بلخاب به دست طالبان او در خانهش و طالبان به وی امان نامه داده بود و حتی قرار بود که برایش وظیفه نیز بدهد اما سوی استخبارات طالبان بازداشت و بعد چند روز به مرکز ولایت سرپل منتقل شد اما با زمانت و پادرمیان شماری از افراد طالبان و مصفیدان رها و از آنجا به ایران برگشته بود علی نوری نیز از افراد مولای مهدی است که در زمان حیات وی بارها به با عنوان نماینده وی به مناطق هزارانشین سفر میکرد. کرد بنابی که او در سالهای اخیر جمهوریت با شبکه حقانی و اصل شده بود و طالبان میدان وردک با وی ارتباط داشتند. علی نوری بعد کشته شدن مولای مهدی در کابل بود علی نوری اما به تاریخ 9 سپتامبر 2022 میلادی توسط استخبارات طالبان در کابل بازداشت شد بعد از چند روز آزاد و از آنجا به ایران رفت و ای بعدا دوباره به افغانستان برگشت و با طالبان کار میکرد و در این اواخر دوباره به ایران و عراق سفر کرده بود و اکنون همراه با ستار احمدی و حسن کرار به افغانستان برگشته است دوستان گرامی این جزئیات خبری بود که تقدیمتان کردیم من تاکید میکنم که شمار از افراد مولای مهدی و شمار از حلقات که مخالف طالبان هستند در ایران و یا در داخل افغانستان پس از برگشت این ارتباطی که با افغانستان داشتن اونها را متهم به جاسوسی میکنن ولی اینها میگه که نه ما کدام نیتی برای این کارها نداریم و میخوایم که برگردیم و در نبود افراد از ما در درون طالبا و قطعاً با توجه به کارنامه‌ای که ما در گذشته با طالبا داشتیم حضور ما مهم هستند خب به هر صد ما نمیتونیم اینجا قضاوت بکنیم که کی... کی چی کاره هست و به چی نیتی برگشت است اما ستار احمدی حسن کرار برگشته به افغانستان و فعلا در بامیان هستن و دیدار با اول طالبان هم داشته و قرار است که با طالبان هم کار کنند از توجه و همراهیتان جهان سپاس تا درود دیگر بدرود